فروشی و واکنش های بازار. سلام و به چشم انداز هفتگی ما خوش آمدید. داده های تولید ناخالص داخلی و تورم چین، تولید ناخالص داخلی بریتانیا، تورم منطقه یورو و داده های خرده فروشی از ایالات متحده و اتحادیه اروپا مهمترین داده های هفته آینده هستند. در حالی که فصل گزارش های درآمدی سه ماهه اول 2021 ایالات متحده هم این هفته آغاز میشه که بیشتر گزارش ها از بخش بانکی هستند. بیایید نگاهی داشته باشیم به مهمترین رویدادهای هفته پیش رو با جزئیات بیشتر. شماره 1، داده های چینی و بازار انرژی. چین سه‌شنبه داده های صادرات، واردات و تراز تجاری ماه مارس و جمعه داده های خرده فروشی ماه مارس و تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول رو منتشر خواهد کرد. اقتصاد چین احتمالاً از انتظارات خوب بهبودی در ایالات متحده، پیشرفت واکسیناسیون و ورود به ماه‌های گرم‌تر و بازگشایی اقتصادی در سراسر کره زمین بهره خواهد بود. این امیدها باید بهبودهای اخیر صادرات و واردات چین را تایید کند، در حالی که تقاضای داخلی نیز سریع‌تر از قبل رشد می‌کند. بهبود اقتصادی بیشتر به ویژه در چین به عنوان بزرگترین کارخانه جهان و اقتصاد دوم آن، اگر هیچ عامل دیگری مانند اخبار و رویدادهای ژئوپلیتیک باعث پایین آمدن قیمت نفت نشود، بازار نفت را به جلو سوق داده و دادهای اقتصادی انتظار می‌رود که تقاضای نفت را افزایش داده و قیمت‌های بالاتر از 60 دلار را برای نفت ایجاد کند. شماره 2، تولید ناخالص داخلی انگلیس، استرلینگ و یوکی. پیش بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی انگلیس پس از 0.9% انقباض در ژانویه در ماه فوریه افزایش یافت. از آنجا که آخرین داده‌ها بسیار بهتر از انتظارات بودند، با رشد در ماه فوریه سه ماهه اول احتمالاً بسیار بهتر از کاهش 4% انتظارات اولیه بانک مرکزی بریتانیا خواهد. پیش بینی می‌شود بازارهای سهام انگلیس از این داده‌ها استفاده کرده و به جلو حرکت کنند. در حال حاضر فوتسی از فوریه گذشته در بالاترین سطح خودش معامله می‌شود و به احتمال زیاد در ماه‌های آینده سطوح قبل از همه‌گیری را هم مشاهده خواهد کرد. پوند در حال حاضر در یک روند نزولی مشخص و سطح کلیدی 1.37 در برابر دلار معامله می‌شود و واکنش مثبت بازارهای سهام فشار بر روی پوند را حفظ خواهد کرد. شماره 3، تورم و خرده فروشی حوزه یورو. در منطقه یورو انتظار می‌رود که داده‌های تورم که در روز جمعه منتظر آن هستیم بدون تغییر باشند، در حالی که تورم کالاهای اساسی باید در ماه مارس به 1.9% از 1% ماه فوریه برسد. همانند ایالات متحده در منطقه یورو نیز خطر تورم بالا همچنان باعث نگرانی فعالان بازار می‌شود. از طرف دیگر خرده فروشی فوریه پس از انقباض 5.9% ماه گذشته انتظار می‌رود که 1.5% رشد داشته باشد. با این حال از آنجا که موج دیگری از محدودیت‌ها در ماه مارس آغاز شده، افزایش کمتر از انتظار یا حتی کاهش برای ماه‌های مارس و آوریل انتظار می‌رود. یورو در هفته‌های گذشته و پس از تقویت دلار به زیر سطح اصلی 1.20 رسید. با این حال با ضعف داده‌های اروپایی و با تأخیر در روند واکسیناسیون یورو کمی تحت فشار است. این هفته همچنان بازگشت یورو به خصوص تا زمانی که زیر سطح کلیدی 1.22 در برابر دلار معامله می‌شود بعید به نظر می‌رسد. شماره 4، داده‌های اقتصادی ایالات متحده و دلار. در ایالات متحده ما منتظر داده‌های وزارت بازرگانی در هفته پیش رو هستیم که باید دید واضح‌تری از تورم و رشد اقتصادی به ما بدهند. برای تورم پس از اندکی کاهش در بازده اوراق قرضه و صحبت‌های آقای پاول، بازار در مورد تورم بالاتر کمی آرام شد که دلار را به سطوح پایین‌تری فرستاد. با این حال خطر تورم بالاتر و غیرمنتظره هنوز هم وجود دارد. با داده‌های بهتری که انتظار داریم از خرده فروشی ایالات متحده و ادعای بیکاری، مجوزهای ساختمانی و شروع پروژه‌های ساخت و ساز مسکن شاهد باشیم، پیش‌بینی می‌کنیم که شاخص دلار ایالات متحده به خصوص تا زمانی که بالاتر از سطح 92 معامله می‌شود، روند صعودی خود را حفظ کند. و در نهایت شماره 5، آغاز فصل گزارش‌های درآمدی. فصل گزارش‌های درآمدی سه ماهه اول ایالات متحده در سال 2021 با گزارش بنک‌های مالی در این هفته آغاز می‌شود. مهم‌ترین گزارش‌های هفته جی پی مورگان، ویلز فارگو و بانک آف آمریکا می‌باشند، در حالی که نباید از یونایتد هلت‌کیرز و دلتا ایرلاین نیز غافل باشیم.
در بازارهای سهام ایالات متحده پس از آخرین بحث‌های کمکی بایدن و رکوردهای جدیدی که در داو جونز و S&P 500 شاهد بودیم و با احساسات مثبت بازار در مورد گزارش‌های درآمدی پیش رو انتظار داریم که رشد بیشتری در شاخص‌های اصلی وال استریت را شاهد باشیم. با تشکر از شما برای مشاهده این ویدیو، امیدواریم که هفته پر از موفقیت و برکت باشه.